این اتفاق خیلی خوبیه که ما با هر میزان بودجه که داریم بتونیم یه گوشی موبایل رو تو بازار انتخاب بکنیم و گزینه زیادی داشته باشیم. و کلیات این قضیه رو خانواده سری A سامسونگ خیلی باحال محقق کرده و با هر بودجه تو هر رنج قیمتی تقریبا یه گوشی راحت میشه انتخاب کرد. میخوام بریم سراغ A21S که هم جعبه گوشیشو داشته باشیم و هم یه نگاهی نزدیکی به این گوشی بندازیم ببینیم که حس و حال اولیه‌اش چجوریه. اگه این ویدیو دارین از کانال یوتیوب زومیت می‌بینین ما رو خیلی خوشحال می‌کنین. اگه کانال ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید تا از آخرین ویدیوی ما باخبر بشید. A21S یک چیز خیلی جالب اینه که رنگی که ما اینجا داریم رنگ سفیده و این رنگ سفید خب برای خیلی ها میتونه جالب باشه ولی برای خیلی ها میتونه تو نگاه اول آنچنان دلچسب نباشه. من جمله خود من با توجه به اینکه دور و اطراف صفحه نمایش مشکیه، خب اینکه یه سفیدی دورشه من خیلی باش ارتباط برقرار نمیکنم، ولی خب کاملا میتونه سلیقه‌ای باشه و خیلی ها میگن که این رنگ رنگ خوب جذابی محسوب میشه. اما در صورت ما یک دستگاهی داریم به یک همچون به یک همچین شکل و شمایلی که شما دارید میبینید. ستاپ دوربینش این پشت داریم، سنسور اصل انگوش پشت دستگاه قرار گرفته و دوربین سلفی هم که گوشه سمت چپ دستگاه قرار گرفته. در نتیجه چه نظر قرارگیری دوربین سلفی این دستگاه یکم به روزتره و از ترند امسال پیروی کرده و چه نظر قرارگیری ستاپ دوربین اصلیش، این ستاپ و این شکل و شمایل، شکل و شمایل به روزیه که تو خیلی از گوشه پرچم‌دار داره استفاده میشه. در مورد دوربین اصلی دستگاه شروع کردن به صحبت کردن که دوربین اصلی 48 مگاپیکسل، یه 8 مگاپیکسل برای تصاویر فوق عریض ما داریم، یک 2 مگاپیکسل برای تصویربرداری ماکرو و یک 2 مگاپیکسل دیگه برای تشخیص عمق. در واقع بد نیست، یه ستاپ رایجیه که سامسونگ تو خیلی از گوشاش استفاده میکنه و خب دیگه اینجا ما دوربین تلفوتوی نداریم در واقع و باید به همون دوربین فوق عریض و اصلیمون اکتفا داشته باشیم. صفحه نمایش جلوی رو دارید میبینید یه حاشیه قابل توجهی دور دست قرار گرفته. البته تو تمام صحبتی که من دارم انجام میدم شما یه گوشه از ذهنتون پارامتر قیمتی هم اضافه بکنید که تو چه رنج قیمتی داریم در مورد این گوشی صحبت میکنیم. حالا قیمت دقیقش رو الان بخوام بهتون بگم شاید هر لحظه تغییر پیدا بکنه و قیمت واقعی نباشه، ولی حدود 5.5 5600 قیمت آخر قیمتی که در جریانش هستم. خب تو این رنج قیمت تو نگاه اول گوشی باحالی به نظر میرسه، هرچند که سنسور از زنگولش پشت دستا قرار گرفته و خب این برخلاف ترند امساله. البته خیلی‌ها شاید بگن که خب این میتونه دقت بهتری داشته باشه و راحت‌تر باشه، ولی تو ستاپ اولیم که من داشتم خیلی باهاش ارتباط برقرار نکردم، یعنی آنچنان سریع نبودش که خیلی راحت بشه ازش استفاده کرد. در واقع تو این سنسوری که اینجا قرار گرفته نشون میده که این دستگاه یکم پایین رده تر محسوب میشه. صفحه نمایشش نکته که اینجا وجود داره، صفحه نمایش PLS TFT و این صفحه نمایش اون رنگ و لعاب AMOLED ها رو نداره متاسفانه و شما تو نگاه اول میبینید یکم رنگ قرمز یا حالا بعضی از رنگا که وجود داره حس میکنید که رنگ مرده است، ولی شاید اگر یکم باش کار بکنید چشمتون بهش عادت بکنه و بقیه اتفاقات.
نکته دیگه که وجود داره تو این رنج قیمت، خب ما نیاز داریم که حداقل نیازهای اصلیمون رو راحت جواب بده. با توجه به اینکه 4 گیگرم داره و از اکسینوس 850 داره استفاده میکنه، به نظر میرسه که تو اجرای حالا بازی روزمره یا کاری که بخوای روزمره انجام بدی مشکلی نداشته باشه. هرچند که من یکم تو رابط کاربری داشتم چرخ میزدم، سرعت باز کردن اپلیکیشن اینا مناسب بودش، ولی یادتون باشه حتما بتون پیشنهاد میکنم روی این سری از گوشی‌ها و کلا روی گوشی‌های سامسونگ سرعت انیمیشن رو کم بکنید، چون که سریع‌تر میشه دستگاه و حستون بهتر میشه به حالا کار کردن با گوشی که دارید. ولی در کل به نظر میرسه مشخصات خوبی داره. حالا اینکه واقعا به این مشخصات و با توجه به قیمتش چقدر ارزش خرید داره مربوط میشه به نقد و بررسی نهایی که حتما زومیت رو دنبال کنید. برای اینکه مشخصات سخت افزاری کامل این گوشی رو بدونید، حتما به بخش محصول زومیت مراجعه بکنید، zoomit.ir/product. اونجا میتونید مشخصات کامل این گوشی رو ببینید، با همرده خودشون مقایسه بکنید و ببینید کدوم فروشگاه اینترنتی با قیمت ارزون تر این گوشی رو عرضه کرد. شرکت‌ها خیلی سعی می‌کنن که شکل و شمایل به روزی داشته باشن و حالا مشخصه سخت افزاری بیاد پایین‌تر. اتفاق بدی نیست، در هر صورت یه جوری که هر کسی بگیره می‌تونه گوشی به روز و خوبی داشته باشه، حالا یکم عملکردش پایین‌تره. و خب اینا جزء همون گوشی‌ها محسوب می‌شه.